برای عزیزان که از طریق یوتیوب با ما هستید، برادر عزیز ما چون خدمت خاص و حساسی داره اینطور تصمیم گرفتن و خواستن که تصویر ایشون پخش نشه، برای همین شما متاسفانه تمام طول جلسه تصویر من رو خواهید دید اما صدای ایشون رو خواهید شنید. یا هللویا. هللویا، خدا رو شکر. Es ist eine große Ehre für mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. افتخار خیلی بزرگی برای من هست که امروز میتونم اینجا برای شما صحبت کنم. Seit 14 Jahren diene ich an einem Hilfswerk, das sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt. 14 Jahre. 14 سال هستش که من در یک پروژه‌ای دارم کار می‌کنم که در بین مسیحیان تحت جفا و تعقیب هستش. Unter anderem auch dem persischen Volk im Iran und anderen. و همینطور در بین اینها قوم فارس زبان در ایران و در کشورهای دیگه هم هستم. Deswegen eine große Freude für mich, so viele Menschen aus dem Iran mit persischem Hintergrund zu sehen. برای همین بر من افتخار خیلی و شادی خیلی بزرگی هست که بتونم ایمانداران فارسی زبانی رو از ایران اینجا ببینم. Gott liebt alle Völker. خداوند عاشق تمام قوم هاست. Er macht keine Ausnahme. او هیچ استثنایی قائل نیست. Und deswegen freue ich mich immer wieder Menschen zu treffen, die Jesus anbeten. و همین برای همین من همیشه خیلی خوشحال میشم افرادی رو میبینم که دارن عیسی رو پرستش میکنن. Eine Organisation, ein Hilfswerk für verfolgte Christen, braucht es das? یک سازمانی که کمک میکنه به مسیحیان در جفا، آیا واقعا اصلا نیازی به همچین چیزی؟ Sicherlich würden von euch viele das mit Ja beantworten können. خیلی از شما مطمئناً به این سوال با بله جواب خواهید داد. Ihr wisst die Verhältnisse im Iran sehr gut. شما اتفاقات و رفتارهایی که در ایران پیش میاد رو خیلی خوب میدونید و میشناسید. Ich bin nur in Freiheit aufgewachsen. من فقط در آزادی بزرگ شدم. Mit der Bibel rumzulaufen, kein Problem. با کتاب مقدس در خیابان گشتن اصلا مشکلی نیست. Jedes Treffen ist möglich. هر مشارکت و جمع شدنی امکان پذیره. Die Polizei ist ein Freund und Helfer. پلیس اینجا یک کمک کننده و دوست ما هست. Wir fürchten sie nicht. ما اصلا نمیترسیم از اونها. In anderen Ländern macht man einen großen Bogen um sie. در خیلی دیگه از کشورهای دیگه باید یک دوری بزنیم اونها رو وقتی پلیس ها رو میبینیم. Bloß keine Begegnung mit der Polizei. فقط هیچ ملاقاتی با پلیس ها نداشته باشیم. Leider gibt es sehr sehr viele Länder und Völker, wo der Glaube an Jesus Christus ein Verbrechen ist. متاسفانه در بسیاری از کشورها و قوم‌ها ایمان به عیسی مسیح جرم شناخته میشه. Viele Christen leben in Unterdrückung und schwerer Verfolgung. خیلی از مسیحیان تحت فشار و پیگرد و آزار و اذیت دارن زندگی میکنن. Diesen Geschwistern werden wir uns heute widmen. Diesen Glaubensgeschwistern werden wir uns mit heute beschäftigen. امروز ما می‌خوایم در مورد این برادر و خواهران ایماندارمون با هم صحبت کنیم. Mein Thema lautet, wo der Glaube am meisten kostet. موضوع من امروز در مورد این هستش که جایی که ایمان بیشترین هزینه رو داره. Jesus hat es das Leben gekostet. برای عیسی جانش بود ارزش ایمان. Um uns zu retten. که بخواد ما رو نجات بده. Und hat seine Nachfolger berufen, ein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. و او این ماموریت رو به شاگردان خودش داد که صلیب او رو بر دوش بگیرن و او رو پیروی کنن. Und sagte schon zu seinen ersten Jüngern. و او این رو به اولین شاگردان خودش گفت. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. همونطور که من رو مورد جفا و آزار قرار دادن، شما هم مورد آزار قرار خواهید گرفت. Der Glaube an Jesus Christus ist der schönste Glaube. ایمان به عیسی مسیح زیباترین ایمان هست. Der kostbarste Glaube. با ارزشترین ایمان هست. Der einzig wahre Glaube, der zu Gott führt. تنها ایمان حقیقی است که به خدا هدایت میکنه. Der Glaube, der uns ewiges Leben schenkt. ایمانی هستش که به ما حیات جاودان میبخشه. Uns zu Kindern Gottes macht. و ما رو تبدیل به فرزند خدا میکنه. Was gibt es Schöneres? چه چیزی زیباتر از این هست؟ Es ist aber auch einer der gefährlichsten Glaube. اما همینطور یکی از خطرناکترین ایمان هست. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. یک هزینه داره، یک بهایی داره پیروی کردن. Es kann dein ganzes Leben kosten. امکان داره برای یک نفر تمام زندگی و جانش باشه. Diese Probleme gehen schon weit zurück in die Geschichte der Menschheit. این مشکل رو اگر ما بخوایم پیروی دنبال کنیم به تاریخ انسان‌ها در گذشته می‌رسیم. Schauen wir uns einen Text an
aus dem 1. Johannes im 3. Kapitel. Big Matt, wir möchten الان با هم دیگه نگاه کنیم از رساله اول یوحنا باب 3. Ich lese auf Deutsch und dann du bitte auf Persisch. Von Anfang an habt ihr diese Botschaft gehört. Wir sollen einander lieben. Nicht Kain darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Und warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten böse waren, aber das Leben seines Bruders Gott gefiel. Genau aus demselben Grund hasst euch die Welt. Wundert euch also nicht darüber, liebe Brüder und Schwestern. Wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod ausgeliefert. رساله اول یوحنا باب 3 آیات 11 تا 14 همین است پیامی که از آغاز شنیدید که باید یکدیگر را محبت کنیم نه چون قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت و چرا او را کشت زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب ای برادران از اینکه دنیا از شما نفرت دارد تعجب نکنید ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم زیرا برادران را محبت میکنیم هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی می ماند. آمین. آمین. آدم و ایفا، دی ارستن منشن دی اس überhaupt gab. آدم و حوا اولین انسان هایی که اصلا وجود داشتند. Ich denke, wir alle wissen das, dass Gott den Menschen geschaffen hat. فکر می کنم همه ما این رو می دونیم که آدم خدا بود که انسان رو خلق کرد. Er ist kein Zufallsprodukt aus der Tierwelt. این یک اتفاق تصادفی از دنیای حیوانات نبود. Er ist nach dem Ebenbild Gottes von Gott geschaffen. اونها در واقع در اون زمان به تصویر اون به تصویر خدا به شباهت خدا خلق شد. Und was für eine Tragik sich sofort ereignet. و چه واقعا تراژدی چه حادثه ناگواری بلافاصله اتفاق افتاد. Der erste Sohn. اولین پسر. War Kain. قائن بود. Der zweite war Abel. دومی هابیل بود. Beide beteten Gott an. هر دوی اونها خدا رو پرستش میکردن. Aber Kain tötete seinen Bruder Abel. اما قائن رو میبینیم که برادر خودش هابیل رو کشت. Es war ein religiöser Konflikt. اینجا یک جنگ مذهبی بود. Gott schaute auf das Opfer Abels mit Wohlwollen. خداوند به قربانی و پرستش هابیل با خوشی و شادی نگاه میکرد. Auf die Anbetung, auf das Opfer Kains, aber nicht. اما به پرستش و قربانی قائن اینطور نگاه نکرد. Und Kain hasste deswegen seinen Bruder Abel. و به همین دلیل بود که قائن متنفر از برادرش شد. Und tötete ihn. و اون رو کشت. Johannes vergleicht das mit der heutigen Zeit. و اینجا یوحنا با زمان امروز ما داره این داستان رو مقایسه میکنه. Wundert euch nicht, dass die Welt euch hasst. میگه تعجب نکنید که دنیا از شما متنفره. Er verweist auf diesen auf dieses Ereignis. او داره به ما یادآوری میکنه این واقعه قائن و هابیل رو. Und in der Tat, wenn wir in die Welt schauen, و در عمل وقتی در واقعیت وقتی ما به این دنیا نگاه کنیم, es gibt Menschen, die sagen, schafft die Religionen ab. انسان‌های زیادی میگن ما باید مذهب‌ها رو همه رو برداریم, دیگه مذهب باید از بین بره. Es gibt so viele Probleme zwischen den Religionen. خیلی مشکلات زیادی بین مذاهب وجود داره. Christen sind die größte verfolgte Glaubensgemeinschaft. و مسیحیت عزیزان بزرگترین میشه گفت مشارکت مذهبی تحت آزار و در پیگرد هستش. Die Verfolgung kommt oft aus dem religiösen Hintergrund. و تمام این آزارها و آزار اذیت‌ها از بک‌گراند از پیش‌زمینه مذهبی میاد. Wenn ein Muslim Christ wird, وقتی یک مسلمان مسیحی میشه, beginnt in der Regel Verfolgung. در قانونی که وجود داره او باید مورد آزار و اذیت قرار بگیره. Vom Staat, از طرف دولت, wenn nicht vom Staat, von der Gesellschaft, اگه دولت این کارو نکنه از طرف جامعه, wenn nicht von der Gesellschaft, von der eigenen Familie, اگه جامعه نکنه از طرف خانواده خودش. All das passierte. Ein Bruder tötet seinen Bruder. و همه این اتفاقا میفته و یک برادر برادر خودش رو میکشه. Ein Vater seine Tochter. یک پدر دختر خودش رو میکشه. Nur weil sie den Glauben
gewechselt hat. فقط به خاطر اینکه ایمان خودش رو تغییر داد. Und das Tragische ist ja, wir folgen dem Glauben der Wahrheit. و دردناک این هستش که ما ایمانی رو داریم دنبال میکنیم که واقعی و حقیقی است. Nicht, weil wir uns das ausgedacht haben als Christen. نه فقط به خاطر اینکه ما مسیحیان این رو تصور کردیم یا فکر میکنیم این رو. Jesus hat es selbst gesagt. عیسی خودش این رو گفت. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch من راه حقیقت و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیاد. Ihr seid die wahren Anbeter. شما پرستندگان حقیقی هستید. Eure Anbetung gefällt Gott. پرستش شما از پرستش های شما خدا خوشنوده. Die Anbetung des islamischen Volkes zu Allah gefällt Gott nicht. پرستش شما دنیای مسیحی که داره الله رو داره پرستش میکنه ازش خوشش نمیاد از پرستش های شما. Die Millionen Götter im Hinduismus, die verehrt werden, die Anbetung gefällt Gott nicht. میلیون ها خدا و بوتی که در هندویسموس هست وقتی هندویستا اونا رو پرستش میکنن خدا از اون پرستش خوشنود نیست. Es ist nicht egal, was man glaubt. این اصلا بی تفاوت یا عادی نیستش که ما بگیم که ما چه به چه چیزی ایمان داریم. In Deutschland ist das aber eher Mode. Eher Mode. تو آلمان اما بیشتر یه جوری انگار مود هستش. Glaub, was du willst, wir alle haben uns gern. به هر چی دوست داری ایمان داشته باش ما همه رو دوست داریم. Ein Irrweg. Ein Irrweg. یک راه اشتباه هستش. Wie überwindet man diesen Hass? اما چطور میشه از این نفرت عبور کرد، غلبه پیدا کرد؟ Auch davon spricht dieser Text. از این هم این متن صحبت میکنه. Und ich hoffe, ich erwärme heute eure Herzen für die verfolgten Christen weltweit. و امیدوار هستم که امروز من بتونم قلب‌های شما عزیزان رو برای تمام مسیحیان تحت جفا در تمام دنیا گرم کنم. Es gibt noch eine ganz wichtige Botschaft. یک پیام خیلی خیلی مهم وجود داره. Nicht die der Verfolgung. نه فقط این تحت تعقیب بودن و جفا، sondern die der Liebe. بلکه محبت. Es hat mit Liebe begonnen. با محبت همه چیز شروع شد. So sehr hat Gott die Welt geliebt. خدا جهان را آنقدر محبت نمود. Dass er seinen Sohn gab. که او پسر خودش رو داد. Du bist geliebt. تو محبوب خدا هستی. Egal wer gegen dich ist, du bist von Gott geliebt. مهم نیست که کی با تو مخالفت میکنه، تو مورد محبت خدا هستی. Das ist dein Wert. این ارزش تو هست. Nicht was du machst. نه کاری که تو انجام میدی. Nicht was du anhast. نه چیزی که تو پوشیدی، لباسی که به تن داری. Nicht was du arbeitest. نه کاری که تو انجام میدی، شغل تو. Dein Wert ist Gott liebt dich. ارزش تو این هستش که خدا تو رو دوست داره. Du hast eine Würde. تو یک شخص لایقی هستی. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. تو به شباهت و تصویر خدا خلق شدی. Und Gott hat seine Liebe bewiesen. و خدا محبت خودش رو به ما ثابت کرد. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. او انسان شد، عیسی مسیح. Hat sich am Kreuz für die Sünden der Menschen geopfert. و خودش رو روی صلیب برای گناهان انسان‌ها قربانی کرد. Und jetzt sagt er, liebt euch untereinander so wie ich euch geliebt habe. و به ما میگه که همونطور که من شما رو دوست داشتم، شما نیز یکدیگر رو دوست داشته باشید و محبت کنید. Die Liebe ist eigentlich unser Auftrag. عزیزان، محبت کردن به همدیگه در واقع مأموریت ماست، وظیفه ماست. Gott zu lieben mit ganzer Kraft. خدا رو محبت کردن با تمامی قدرت. Mit ganzem Herzen. با تمام قلبمون. Mit allem was wir sind. با هر چیزی که ما هستیم. Und و deine Nächsten wie dich selbst. و دیگری رو، همسایه خودت رو مثل خودت محبت کنی. Deswegen können wir eigentlich gar nicht an unseren Geschwistern vorbeigehen, die verfolgt werden und leiden. بر همین ما نمیتونیم خیلی راحت از کنار خواهر برادرانی که دارن تحت جفا هستن، خیلی راحت از کنارشون عبور کنیم و بگذریم. Ich weiß nicht, ob sie Teil deines Gebetes sind täglich. Ich weiß nicht, ob die verfolgten Christen Teil deines Gebetes sind. من نمیدونم که آیا دعا برای مسیحیان تحت جفا یک قسمتی از دعای روزانه شما هست یا نه. Es sind viele, ich möchte euch das zeigen. خیلی زیاد هستن، من میخوام همه رو به شما نشون بدم. Wir schauen uns eine Karte an. ما میخوام به یک تصویر نگاه کنیم. Den Weltverfolgungsindex. در واقع تمام جایی که این
تحت جفا بودن مسیحیان هستش. Open Doors arbeitet in diesen Ländern. سازمان Open Doors در این کشورها کار میکنه. Weil dort Christen verfolgt werden. به خاطر اینکه در این کشورها مسیحیان تحت جفا قرار میگیرن. Ganz unterschiedliche Hilfe. خیلی کمک‌های کاملا متفاوتی ما اونجا داریم. In manchen brauchen sie Bibeln. در بعضی از کشورها نیاز به کتاب مقدس هست. In manchen haben sie schlimme Traumata erlebt, brauchen seelische Hilfe. در بعضی کشورها اینقدر دردهایی رو تجربه کردن که نیاز به کمک‌های روان درمانی و مشاوره دارن. In manchen brauchen sie Erklärung, wie und wieso wird man verfolgt. در بعضی از کشورها اینا نیاز به یک توضیح دارن که اصلا چرا اونا مورد جفا قرار می‌گیرن. In manchen sind sie einsam und brauchen eine neue Familie. و در بعضی از کشورها اونها تنها هستن و نیاز به یک خانواده جدید دارن. Neue Arbeit. کار جدید. Viel ist unsere Hilfe. خدمت‌ها و کمک‌های ما متفاوت است. Und ihr seht, es gibt Unterschiede. و اینجا شما تفاوتی رو می‌بینید بین کشورها. In den roten Ländern ist es besonders schwer. و در کشورهایی که قرمز هستش خیلی خیلی سخته کار. Indien auf Platz 10. Hindustan dar joy 10 hastesh. Iran auf Platz 8. Iran dar joy 8um hastesh. Afghanistan auf Platz 2. Afghanistan dar joy 2um hast. Nordkorea seit vielen Jahren auf Platz 1. Va Koreya Shomali alan 4 sal hastesh ke dar joy avval be unvan sakht kar kardan. Hast du für die Christen in Nordkorea schon mal gebetet? Aya ta alan baraye masihiyan Koreya Shomali dua kardi? Oder für die indischen Christen. Masihiyani ki dar Hindustan hastan. Es leben dort 1,4 Milliarden Menschen. Insgesamt. 1,4 Milliarden in Indien. Sind Christen. Nein, sind Bewohner. Achso. 1 Milliarde 400 Millionen Nafar jamiyat dar Hindustan wujud dare. Neben China wohnen die meisten Menschen in Indien. Va dar kenar Chin hamsayegi Chin kheli az masihiya dar Hind hastan. Diese Gemeinde interessiert natürlich Gott. و این کلیسا مطمئناً مورد توجه خدا هست، مورد علاقه خداست. Ich gebe nur wenige Beispiele. من خیلی مثال‌های کمی رو می‌خوام به شما بگم امروز. Die Hauptverfolgung ist heute nicht mehr der Kommunismus. کمونیست امروز بزرگترین خطر و جفا نیست. Das war die Verfolgung in der Zeit ist Open Doors entstanden. این بزرگترین خطر خطری بود کمونیست زمانی که سازمان اوپن دورز تأسیس شد. Und es gibt noch einige Länder wie Nordkorea. و کشورهای دیگه مثل کره شمالی هم هستند. Die meisten Länder, wo heute Christen verfolgt werden, sind islamische Länder. اکثر کشورهایی که امروزه مسیحیان اونجا در جفا هستند کشورهای اسلامی هستند. Und vielleicht könnt ihr euch damit viel besser identifizieren. و من فکر می‌کنم شما خیلی بهتر می‌تونید اونجا خودتون رو همزادپنداری کنید با اونها. Die Verfolgung ist sehr grausam. این آزار و جفایی که اونجا است واقعا خیلی سخت هست، خیلی واقعا ناراحت کننده است. Schauen wir uns Nordkorea an. بیایم به کره شمالی نگاه کنیم. In Korea ist es nicht eine Religion. در کره هیچ دین و مذهبی وجود نداره. Es sind Menschen, die verehrt, wie Götter verehrt werden. انسان‌های اونجا مورد پرستش و احترام قرار می‌گیرن که انگار مثل خدا هستند. Da sieht man sie, die Staatsgründer. و اینجا ما می‌بینیم این در واقع بنیانگذاران کره شمالی. Kim Jong Il, Kim Il Sung. Jetzt ist es Kim Jong Un. الان این پدر و پدر بزرگ بودن و الان پسرش هستش کیم اون اومده. اوکی. Wer diesen Männern nicht folgt, ist ein Staatsfeind. اگر کسی این افراد رو پیروی نکنه و دنبال نکنه، یک دشمن در واقع اون دولت محسوب میشه. Landet im Arbeitslager. از کار بیکار میشه. Wird gefoltert. شکنجه میشه. Bis der Glaube zu Ende geht. تا موقعی که بالاخره ایمان او تمام بشه یک جا. Wir haben einen Bericht von einer Frau, die 6 Jahre in einem Arbeitslager war. ما یک گزارشی از یک خانومی رو گرفتیم که 6 سال اونجا در بیکاری بود. Sie war keine Christin. او مسیحی نبود. Und in dem Lager traf sie zum allerersten Mal Christen. و بیکار نبود، در یک انبارهای بزرگی اونجا مشغول کار میکرد، انبارهای دولتی، و توی این انباری که بود برای اولین بار یک با یک مسیحی ملاقات کرد. Und sie sah, wie man mit diesen Menschen umging. و اونجا دید که این شخص مسیحی چطور با بقیه انسان‌ها رفتار میکنه. Auf einen christlichen Gefangenen
musste man trampeln. Trampeln? برای یک در واقع auf drauf laufen. برای یک در واقع اینکه مسیحی بشی باید قدم بر 6000 Menschen. Sorry. Ah, okay. روی یک شخصی که مسیحی هست اونجا راه میرن و 6000 Gefangene mussten über diesen einen Christen hinweglaufen. 6000 نفری که اونجا بودن باید روی این یک نفری که فهمیده بودن مسیح شده بود از روش اینطوری میرفتن. Unter die Füße treten. و با پای خودشون محکم روی اون میکوبیدن. Wie Dreck. مثل یک زباله باید باش رفتار میکردن. Widerlicher Dreck. یک زباله خیلی کثیف رو به درد نخورد. Ah. پرتش میکردن اونور. Staatsfeind. این یک حکم حکومتی دولتی بود. Und die Frau dachte, was sind das für Menschen? و این زن داشت فکر میکرد اینا اصلا چه آدمایی هستن؟ Sie werden als Verrückte bezeichnet. اونها به عنوان یک افراد دیوانه و احمق شناخته میشدن. Warum glauben die? برای چی اصلا اینا همچین ایمانی دارن؟ Warum sagen die nicht einfach, es tut mir leid, wir waren verführt? برای چی نمیگن که آقا ببخشید معذرت میخوایم ما گول خوردیم اصلا؟ Wir folgen Kim Jong-un. ما کیم یونگ اون رو پیروی میکنیم. Alles wäre gut. همه چی خوب میشه. Weil sie die Wahrheit entdeckten. به خاطر اینکه اونها حقیقت رو شناخته بودند. Sie schauen auf das ewige Leben. اونها به اون حیات جاودانی نگاه میکردند. Sie geben alles auf. اونها همه چیز خودشون رو تسلیم کرده بودند. Aber glaubt nicht, das geht leicht. Glaubt nicht, das geht leicht. اما ایمان اونها به اونها بی تفاوت نبود ایمانشون براشون. ایمانشون خیلی براشون آسون نبود در این قسمت. Wer ermutigt so einen Menschen im Arbeitslager? چه کسی این شخصی که تو اون انبار داره کار میکنه رو تشویقش میکنه؟ Wer sagt tröstende Worte? چه کسی به او کلامات تسلی بخش میده؟ Da ist niemand. هیچ کس اونجا نیست. Aber wir, ihr, اما ما شما könnt den allmächtigen Gott bitten, ما میتونیم به خدای قادر مطلق دعا کنیم و این افراد هست خدا قادر قلبهای اونها رو اونجا لمس کنه و تشویق کنه. Darum geht es. برای این ما دعا میکنیم. Unsere Liebe muss weit sein für unsere Geschwister. قلبهای ما محبت ما باید باز باشه برای برادر خواهرامون. Nordkorea auf Platz 2 Afghanistan. کشور دوم در واقع در رنگ دوم افغانستان. Das afghanische Volk. قوم افغان ist unter Knechtschaft. در یک زیر یک ظلم و یک قوم حکومت اسارت هستند. Islamische Knechtschaft. اسارت اسلامی. Das wisst ihr viel besser als ich. شما خیلی بهتر از من میدونید این موضوع. Taliban bedeutet Gefahr für Christen. طالبان یعنی خطر برای مسیحیان. Die wollen keine. اونها هیچ کدوم از مسیحیان نمیخوان. Sie wollen sie loswerden. اونها میخوان از همه اینا آزاد بشن، رها بشن از این مسیحیا. Eine Familie wurde entdeckt. یک خانواده کشف شد، پیدا شد که مسیحی. In Afghanistan. در افغانستان. Sie flüchteten. اونها فرار کردن. Kamen unter in einem anderen Haus eines Nicht-Christen. و رفتن توی خونه یک نفر دیگه که مسیحی نبود. Taliban umstellte das Haus. طالبان خونه رو پیدا کرد و اونجا رو محاصره کرد. Zündete es an. و خونه رو آتیش زد. Sie waren dort eingesperrt. اونا اونجا موندن، بسته شده بودن. In der Nacht gelang es der Familie zu flüchten. در اون خونه‌ای که در اون شبی که اینا رفتن فرار کردن تو خونه مونده بودن. Aber der Besitzer verbrannte. اما صاحب این خونه رو آتیش زد. So viel Leid. اینقدر درد اونجا هست. So viel Schmerz. اینقدر واقعا درد و رنج اونجا هست. Das wird morgen nicht vorbei sein. این چیزی نیستش که فردا تموم بشه. Wer weiß wie viele Jahre. کی میدونه چند سال دیگه طول میکشه. Deswegen müssen wir sie immer wieder vor Gott bringen. برای همین ما همیشه و هر لحظه باید این رو به حضور خدا بیاریم. Aber das größte Drama sind all diese Menschen, die Jesus nicht kennen. اما بزرگترین درد تمام این افرادی هستن که عیسی رو هنوز نمیشناسن. Sie glauben, sie folgen dem wahren Gott. اینا فکر میکنن که دارن خدای حقیقی رو پیروی میکنن. Und werden Gesellen des Teufels. Und werden am Platz des Teufels landen. و در نهایت میرن در واقع در اسارت شیطان هستن، در جایی که شیطان هست. Was ein Schock. چه شوکیه. Wer sagt ihnen den Weg zum Leben? کی به اونها راه حیات رو خواهد گفت؟ Die Gemeinde, die dort ist. کلیسایی که اونجا هست. Sie brauchen viel Kraft. اونها خیلی نیاز به قدرت دارن. Viel Weisheit. خیلی حکمت نیاز دارن. Und euer eigenes Land, der Iran. کشور شما ایران.
Wer Jesus folgt, muss mit rechnen, hinter Gefängnismauern zu landen. هر کسی که به عیسی ایمان بیاره باید حساب کنه که پشت این دیوارهای زندان باید بره. Die Geheimpolizei. پلیس مخفی اطلاعاتی که اونجا هست. Sucht die Christen jedes Treffen. هر مشارکتی که اونجا باشه پلیس اطلاعات داره دنبالش میگرده. Wer gefunden wird, wird verhört. و هر کسی که پیدا بشه جریمه میشه، مجازات میشه. Wie lange geht das schon? چقدر این زمان خواهد برد؟ Wann hört das auf? کی تموم میشه؟ Ich denke, das begann mit der islamischen Revolution. من فکر میکنم این با شروع انقلاب اسلامی بود که شروع شد. Wurde es immer schwerer. و هی سخت و سخت‌تر شد. Jetzt wollen die Menschen die islamische Religion nicht mehr unbedingt. الان هستش که مردم اونجا دیگه این حکومت اسلامی رو نمیخوان. Weil sie einen Gott der Liebe suchen. Und? Weil sie einen Gott der Liebe suchen. به خاطر اینکه اونها دنبال یک خدای محبت میگردن. Die Liebe zieht. محبت میکشه افراد رو به سمت خودش. Denken wir an die Geschwister dort in den Gefängnissen. فکر کنیم به برادر و خواهرهایی که در اونجا در زندان هستن در ایران. Es gibt Länder, da ist der Glaube frei, wie in dem nächsten Land Nigeria, Afrika. در بعضی از کشورها ایمان اونجا آزاد هست، مثل کشور نیجریه در آفریقا. Aber ihr seht, ihre Kirche ist erlaubt. اما می‌بینید اونجا هر کلیسای مجازه که کار کنه در نیجریه. Sie hat kein Dach. ولی هیچ سقفی نداره. Und die Leute, worauf sitzen sie? افراد ببینید کجا میشینن؟ رو چی نشستن؟ Auf Steinen. رو سنگ‌ها نشستن. Weil extreme Muslime kamen und die Kirche anzündeten. به خاطر اینکه مسلمانان تعصبی خیلی شدید میان اونجا و کلیسا ساختمون کلیسا رو آتیش میزنن. Dort sind die Radikalen das Problem. اونجا این تعصب و غیرت اسلامی مشکل هستش. Weg mit den Christen. جمع کنید مسیحیان رو. Das rufen sie. این رو اونجا فریاد میزنن و اعلام میکنن. Jeder Gang in die Kirche kann gefährlich sein. هر رفت و آمدی به کلیسا میتونه خطرناک باشه. Gerade im Norden Nigerias. مخصوصا در شمال نیجریه. Nicht im Süden. نه در جنوب نیجریه. Im Norden Nigerias dominiert der Islam. این در شمال نیجریه هستش که اسلام داره حکومت میکنه. Wir sehen eine Witwe, Jemima heißt sie. یک خواهری رو میبینیم. Ich habe diese Frau getroffen. من این با این خواهر در واقع ملاقات داشتم. Sie hat 11 Kinder. یک بیوه زن. 11 بچه داره. Sie hat 11 Kinder. او 11 بچه داره. Ihr Mann war Pastor. همسر او شبان بود، کشیش بود. Wurde von Extremisten getötet. توسط رادیکالیست مذهبیون کشته شد. Ein Trauma für die Frau und für die Kinder. یک واقعا درد بزرگ برای این خانم و بچه‌هاش بود. Sie heiratete wieder. او دوباره ازدواج میکنه. Wieder einen Pastor. با یک شبان دیگه. Neue Kinder kamen dazu. و بچه‌های جدیدی دوباره به دنیا میان. Und wieder ist ihr Mann getötet worden. و دوباره این همسرش رو میکشن. Wie bewältigt man das? چطور میشه اصلا با این رو با کنار اومد؟ این رو اصلا درک کرد؟ Leute fallen in tiefes Traumas. افراد در درد و رنج خیلی عمیقی فرو میافتند. Sie brauchen Gebet. اونها به دعا احتیاج دارن. Sie brauchen die Gewissheit, Gott liebt sie. اونها واقعا به این اطمینان نیاز دارن که خدا اونها رو دوست داره. Und das Zeichen ist, dass wir einander diese Liebe Gottes leben. و این نشونش این از نشانش در بین ما این هستش که ما این در این محبت خدا با همدیگه داریم زندگی میکنیم. Ein letztes Beispiel aus Nigeria. و آخرین مثال از نیجریه. Vielleicht habt ihr von den Chibok-Mädchen gehört. شاید شما از دختران چیبوک شنیده باشید. Eine Schule, eine christliche Schule wurde überfallen und über 200 Schülerinnen entführt. در یک مدرسه ای که اونجا دانش آموزان بچه های اونجا بودن 200 تا بچه دانش آموز اونجا بودن که این مدرسه فرو ریخت. نه؟ Mädchen wurden von Boko Haram verschleppt. اونها رو به اسارت گرفتن، اونها رو گروگان گرفتن، عذر میخوام. Von Boko Haram Kämpfern entführt. این گروه بوکو حرام، گروه اسلامی بوکو حرام رفت و اونها رو در گروگان گرفت، 200 تا بچه رو. Junge Mädchen. دخترهای کوچیک. Jetzt Frauen von radikal islamischen Extremisten. و الان دیزین jetzt die Frauen von ja? Mm-hmm. و الان اون 200 تا بچه زنهای
مسیحیان رادیکال شدن. Zwang, nicht freiwillig. Nee? Aus Zwang. مسلمون های ببخشید رادیکال شدن اونها نه در واقع آزادانه بلکه اجباری به همسری مسلمون های متعصب در اومدن. Wir haben die Väter getroffen. ما پدرهای این بچه‌ها رو ملاقات کردیم. Was glaubt ihr, was in ihren Herzen ist? چی فکر می‌کنید چه چیزی در قلب اونها بود؟ Oh, ein Schmerz. یک درد. Wenn deine Tochter وقتی دختر تو weg ist. گم شده رفته. In den Händen von radikalen Muslimen. و تو دست مسلمان‌های رادیکال هست تعصبیه. Du weißt nicht, ob sie lebt. تو اصلا نمی‌دونی اون زنده است یا نه. Oder gesteinigt wurde. یا سنگسار شده. Und damit lebst du. و تو با این داری زندگی می‌کنی. Die Mütter wollten nicht kommen. مادرها نمی‌خواستن اینجا باشن. Sie wollten darüber nicht sprechen. نمی‌خواستن اصلا در این مورد صحبت کنن. Gott möge ihre Herzen trösten. خدا قلب‌های اونها رو تسلی بده. Das kann nur Gott. این فقط کار خداست. Aber wir können sie vor Gott bringen. ما میتونیم اونها رو به حضور خدا بیاریم. ای خداوند رحم کن. Herr, erbarme dich der Menschen. خداوند رحم کن به این بچه‌ها. Darum geht es. مسئله بر سر اینه. Ich möchte euch so sehr ans Herz legen dieses Jahr. من می‌خوام واقعا امسال این رو در قلب تک تک شما بگذارم. Stellt euch an die Seite der verfolgten Christen. خودتون رو در کنار این مسیحیان تحت جفا ببینید و بگذارید. Wir können beten. ما میتونیم دعا کنیم. Und das ist nicht wenig. و این کم نیست اصلا. Paulus sagte im Epheser 6, wir schauen uns noch mal einen Text an. پولس رسول در افسسیان باب 6 میگه، به این متن رو نگاه میکنیم. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und dann geht es weiter. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. افسوسیان باب 6 آیات 12 و 18 زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست بلکه ما علیه قدرت‌ها علیه ریاست‌ها علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج‌های ارواح شریر در جای‌های آسمانی می‌جنگیم و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. Wir kämpfen nicht gegen Muslime oder Regierende. ما به ضد مسلمان‌ها یا حاکمین نمی‌جنگیم. Wir kämpfen gegen den Teufel. ما به ضد شیطان می‌جنگیم. Und das einzigste, was ihn wirklich besiegt, و تنها چیزی که واقعاً پیروز میشه, ist Jesus Christus. عیسی مسیح است. Und in dem Namen Jesus haben wir Vollmacht. و در نام عیسی مسیح ما اقتدار داریم. Gegen diese unsichtbaren Mächte. که در مقابل این قدرت‌های نامرئی. Zu kämpfen. بجنگیم. Das ist unser Kampf. این قدرت ماست. Und unsere Waffen sind Gebet. و این بیدار بودن و دعا کردن ماست. Dein Gebet hat große Kraft. دعای تو قدرت خیلی زیادی داره. Lass dir das nicht entgleiten. خودتون رو نگذارید رها نکنید ول نکنید. Vielleicht betest du für deine Gesundheit. شاید تو برای خودت برای سلامتی خودت دعا می‌کنی. Deine Gemeinde. برای کلیسای خودت دعا می‌کنی. Aber es gibt noch viel bedeutsameres. اما viel wichtigeres. اما خیلی چیزهای مهمتر و مفهومتری وجود داره. Deine Glaubensgeschwister in der Verfolgung. برادران و خواهران ایمانی تو که در جفا هستن. Deswegen heißt es, bleib wachsam. برای همین هستش که پولس میگه بیدار باشید، هوشیار باشید. Manchmal muss man sich immer wieder. بعضی وقتا باید بزنیم انگار تو سر خودمون یادمون بیاریم. من کجا هستم؟ Wo bin ich? من کجام؟ Was beschäftigt mich? من مشغول چه کاری ام اصلا؟ Bin ich im Gebet? آیا من در دعا هستم؟ Und es heißt hier beständig. و اینجا هستش که میگه با پایداری. Beständig. پایداری. Solange du lebst. تا هر موقعی که تو زنده ای. Für alle. Für alle. برای همه. Die zu Christus gehören. نوشته برای همه که به عیسی تعلق دارن. برای همه مقدسین. Wow, wir sind Beter. واو ما افراد دعاگو هستیم. Für unsere Geschwister. برای برادران و خواهرانمون.
weil wir einander lieben. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil wir müssen. نه به خاطر اینکه باید ما این کارو بکنیم، بلکه به خاطر اینکه ما همدیگر رو دوست داریم. آمین. آمین. Lasst uns jetzt zunächst ein Lied hören, ein Lobpreislied gemeinsam singen und dann beten wir. بیاین الان با همدیگه با یک سرود پرستشی بتونیم به حضور خدا بریم و بعد با همدیگه می‌خوایم برای موضوعاتی دعا کنیم. از تو سیراب کردم همچون ناوی در بیابانم، من تشنه روح توست این قلب و جانم، همچون ناوی در بیابانم، من تشنه این قلب و جان. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز، از تو سیراب کردم. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز، از تو سیراب کردم، همچون ناهویی در بیابانم، من تشنه روح توست این قلب و جانم، همچون ناهویی در بیابانم، من تشنه روح توست این قلب و جانم. آماده هستید؟ واقعا این پیغام اینقدر من رو تحت تاثیر قرار داده که وقتی این سرود رو میخونیم به یاد بیاریم چه کسانی برای ایمانشون چه بهاهایی پرداخت کردن. به یاد بیاریم به فکر فقط درخواستای خودمون نباشیم، نیازهای مردم رو ببینید برای ایمانشون چه بهایی میدن. بیایم با این دید، با این ایمان کلیسا، آمین، ایمانمون رو برافرازیم، دستمون از جیبمون در بیاریم، خودمون رو تکون بدیم، مثل برادر به سر خودمون بزنیم، بیدار باش. ما امروز تو این فرصت با زمین سنگفرش و سقفی عالی و امکانات اینجا هستیم. آمین. نمی‌دونم صدای من تو سالن خوب از زیاده. اوکی. همه دارن صدای یه بیاد صدای منو میشه با تعبیر. من فکر می‌کنم به میکروفون خیلی اذیتم. آماده هستید؟ پس شما با همین سرودو بخونیم و خودمون در کنار برادران و خواهران در جفا ببینیم. خودمون در کنار اون برادر خواهری ببینیم که امروز به خاطر ایمانش در زندانه. آمین. ولی اون هم امروز همین سرودو زمزمه میکنه. با ما به خاطر یک خداوند، به خاطر یک ایمان. آمین. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز، از تو سیراب کردم. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز، از تو سیراب کردم، همچون آهویی در بیابانم، من تشنه روح توست این قلب و جانم، همچون آهویی در بیابانم، من تشنه این قلب و جانم. کلیسا با هم میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم، در برگیر این روح و جانم خدا من. میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم، در برگیر این روح جانم خدا من. میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم،
در برگیر این روح و جان خدا Wir wollen beten. Wir wollen beten. Auch mit Worten, konkrete Anliegen. Wir haben eine Folie hier. با موضوعاتی که اینجا روی این در واقع تصویر هستش. Danken wir Gott für die Treue der Christen trotz aller Schwierigkeiten. می‌خوایم خدا رو شکر کنیم برای وجود مسیحیانی که با تمام آزارها و جفاها هنوز وفادار هستند. Denkt an diese Länder, Nordkorea, Iran, Afghanistan. به این کشورها فکر کنید، کره شمالی، ایران، افغانستان. Gottes Schutz vor Verhaftung. حفاظت خدا بر روی این افرادی که در اسارت هستن قرار بگیره. Und Trost und Hilfe wie für die Väter der Mädchen und der Mütter in Nigeria. تسلی و کمک خدا برای مادرها و پدرهای اون دخترها در نیجریه و هر جایی که هستن. Und dass die Verfolger Jesus kennenlernen. و دعا کنیم که این افرادی که خودشون آزاردهنده هستن عیسی رو ملاقات کنن. Ihr seid alle eingeladen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. اون کسانی که کنار همدیگه هستیم میتونید با همدیگه جمع بشید و با همدیگه فقط مهم اینه که صدای خودمون رو بلند کنیم نه توی دلمون واقعا صدای ما امروز به حضور خداوند به آسمان برسه پس میتونید با صدای بلند هر جایی که هستید هر موضوعی که در قلبتونه بلند کنید و همینطور این نوای پرستش هم نواخته میشه پس صدامون رو بلند کنیم به حضور خداوند و با هم دعا کنیم هللویا خداوند تو رو شکر میکنیم خداوند برای محبت‌هایتون برای وفاداریتون خداوند برای وفاداری این عزیزان تو رو شکر میکنیم خداوند دعا میکنیم تو ایمان اونها رو تقویت کنیم خداوند تو خداوند قلب اونها رو شجاعت ببخش شهامت ببخش جایی که احساس تنهایی میکنه این مرغ تو خداوند وجود اونها رو در بر بگیر ای خداوند تو خداوند اونها رو خداوند مراقبت کن اونها رو محافظت کن خداوند هر جایی که دشمن آزار کنند اونها رو ببینند خداوند چشمان مهاجم بسته بشه چشمان شیطان بسته بشه بر روی زندگی اونها بر روی راه های اونها بر روی خداوند و جماعت اونها ای خداوند به نام عیسی مسیح ای خداوند چتر حفاظت تو بر اونها قرار بده ای خداوند برای پدر و مادرها برای 200 بچه خداوند ای خداوند رحمت های تو بر اونها قرار بده ای خداوند تو ای خداوند تو قلب این مادران قلب این پدران تو ملاقات کن تو ملاقات کن خداوند تو ملاقات کن
تسلی بخش محرومان و یار ضعیف و جلال بر نامت ای سیاد دلهای پریشان تسلی بخش محرومان و یار ضعیف و جلال بر نامت ای خورشید تابان درخشان تو آرامی دل قوت جان نور جلال برنامه هللویا شکر هللویا هللویا barmherziger gnädiger gott خداوند فیاض و پر از رحمت dein arm ist nicht zu kurz zu helfen خداوند بازوی تو دست تو کوتاه نیست که کمک نکنه ای خداوند mit großen wundern hast du israel aus ägypten geführt خداوند تو با معجزات بزرگ اسرائیل رو از مصر بیرون آوردی weil dein volk schrie به خاطر اینکه قوم تو فریاد زد es schrie um freiheit تو برای اونها برای آزادی فریاد زدن ای خداوند Vater und so glauben wir du hörst unsere gebete ای پدر ما باور داریم که تو صدای دعاهای ما رو میشنوی und mach dieses jahr zu einem jahr ای خداوند در این سال خداوند سال دعا باشه برای ما ای خداوند für deine verfolgte gemeinde برای کلیسای تحت جفای تو ای خداوند lass wir nicht nachlassen که خداوند ما فراموش نکنیم کنار نگذاریم weil du bist der sieger به خاطر اینکه تو خداوند پیروز میشی و غلبه میکنی Du bist der Sieger. تو پیروز میشی و غلبه میکنی خداوند. Weil du die Menschen liebst. به خاطر اینکه تو انسانها رو دوست داری. Wir alle sind lebendige Zeugen davon. ما هر کدوممون خداوند شاهدان زنده برای این هستیم. So erfüll uns neu mit dem Geist des Gebets. ای خداوند با یک روح تازه دعا ما رو پر کن خداوند. Für diese Welt. برای این دنیا. Für die Feinde. برای این دشمن ما. Und für unsere Geschwister. برای برادران و خواهران ما. In Jesu Namen. در نام عیسی مسیح. Amen. 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 بفرمایید. Ich möchte euch ganz praktisch was mit nach Hause geben. میخوام برای شما یک چیز کاملا عملی رو بهتون معرفی کنم. میتونید عزیزان بشینید. که همراه خودتون به خانه‌های خودتون ببرید. Ihr braucht konkrete Anliegen, sonst ist das schnell vergessen. شما همیشه نیاز به یک موضوع دعای مشخص دارید وگرنه فراموش خواهید کرد. Wir haben eine Gebetshilfe. ما یک کمک برای دعا داریم برای شما. Das ist dieses Gebetsheft. این دفترچه دعایی هست که روی صندلی های شما قرار گرفته. Es ist auf den meisten Stühlen verteilt worden. روی بیشتر صندلی ها پخش شده. In der Mitte des Heftes. در وسط این در واقع دفترچه Zwischen Seite 6 und 7 ist ein Gebetskalender. بین صفحه 6 و 7 یک تقویم دعا هست که کوچکتر از قطعه معمولیه. بین صفحه 6 و 7. Für jeden Tag ist ein Anliegen. برای هر روز یک موضوع دعایی هست وقتی که باز می‌کنید. Und ihr werdet immer wieder an diese Geschwister erinnert. و شما هر روز می‌تونید به یاد این برادران و خواهران بیفتید. Und wisst konkret was zu beten. و می‌دونید باید دقیقاً برای چه چیزی دعا کنید. Es sind nicht lange Gebete. اینجوری نیستش که یک دعای خیلی طولانی باشه. Sehr konzentriert. کاملا متمرکز و هدفمنده. Es kostet nicht viel Zeit. زمان زیادی رو نخواهد برد برای شما. Aber es von großer Kraft. اما قدرت خیلی زیادی خواهد داشت. Ich weiß nicht, wie gut ihr inzwischen Deutsch lesen könnt. من نمیدونم که شما چقدر خوب همتون میتونید آلمانی بخونید. Wir haben das Heft leider nicht in Persisch. متاسفانه ما این دفترچه رو به زبان فارسی نداریم. Aber das in Deutsch könnt ihr kostenfrei bestellen. اما شما میتونید به زبان آلمانی رو به صورت رایگان سفارش بدید که دریافت کنید. Es kommt jeden Monat dann zu dir nach Hause. هر ماه به صورت رایگان به خونه های شما پست میشه. Und du wirst erinnert. و تو به یادت میاد که برای چی باید دعا کنی. An deine Geschwister. به یاد خواهر و برادرانت میافتی. Und die gute Nachricht ist. و خبر خوب این هست. Es werden mehr Geschwister. که خواهر برادرها دارن زیاد میشن زیاد هستن davon berichtet das heft و این هر دفعه ما گزارش میده این دفترچه یزیدن و دروزن یزیدی ها و افراد دیگه قوم های دیگه این عراق این سوریه اصلا نه این خانواده هستن که توی سوریه زندگی میکنن Immer wieder kommen Menschen zu Jesus. و همینطور افراد بیشتری دارن به عیسی مسیح ایمان میارن. Und dann brauchen sie dein Gebet. و اونها به دعای تو احتیاج دارن. Wenn ihr das also bestellen möchtet, da ist eine Kontaktkarte. اگر شما میخواید این سفارش بدید، پشت این دفترچه یک کارتی وجود داره. Und ein Stift.
و یک خودکاری هم گذاشته شده برای شما. Dann füllt das gerne aus. لطفاً این رو پر کنید با کمال میل. Und am Ausgang auf der linken Seite vor dem Ausgang و در خروجی سمت چپ یک میزی گذاشته شده. Ist ein Büchertisch von Open Doors. یک میز کتابی گذاشته شده برای Open Doors. Da könnt ihr die Karte abgeben. و شما این کارت‌ها رو میتونید اونجا توی اون سبدی که هست بندازید با آدرس‌هایی که نوشتید برای خودتون رو. Und bleibt verbunden. و به ما متصل باشید، وصل باشید. Das möchte ich euch ans Herz legen. Es sind auch Bücher da. Guckt euch an, was ihr versteht. میخوام واقعا اینو در قلب شما بذارم. اگر متوجه میشید لطفاً تهیه کنید اونها رو و بخرید. Es sind Geschichten, wie Muslime Christen werden. Geschichten, wie Muslime Christen werden. این داستان‌هایی هستش که چطور مسلمان‌ها ایمان آوردن و مسیح شدن. Gott tut Wunder. خدا معجزاتی رو داره انجام میده. Durch Träume, Visionen. توسط رویاها، خوابها. Und noch vieles mehr. و خیلی چیزهای بیشتر. Es sind vor allen Dingen Frauen, die zum Glauben kommen. و چقدر بیشتر از همه زنها دارن ایمان میارن. Und sie haben es besonders schwer. و این واقعا خیلی سخت‌تر برای اونها خیلی سخت‌تر است. Genug gesagt. من به اندازه کافی صحبت کردم. Ich danke euch. من از شما ممنون هستم. Für jedes Gebet. برای هر دعا. Für eure Liebe zu den Geschwistern. برای محبتی که به این برادران و خواهران دارین. Seid reichlich gesegnet. به فراوانی برکت یافته باشید. Und wir danken Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Dankeschön.